به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان فرادرس تاها شیشگری هستم مدرس دانشگاه دوره ای رو آماده کردم به سفارش مجموعه فرادرس با عنوان نظام های اقتصادی قرار ما در این دوره با تعریف نظام اقتصادی انواع نظام های اقتصادی موجود و تحلیل این نظام های اقتصادی آشناشیم و بررسی کنیم مطالبی از این دست رو توی فصل یکم بحث مقدمه و کلیات رو مطرح خواهیم کرد در بحث مقدمه و کلیات ما ابتدا با تعریف نظام های اقتصادی آشنا میشیم که از دو تا واژه نظام و اقتصاد تشکیل شده پس ما هم باید تعریف نظام رو ارائه کنیم تو این جلسه هم تعریف اقتصاد رو و بعد از اون یک تعریف کلی از این که قرار در فصل های بعدی با چه موضوعاتی آشنا بشیم رو خدمتون ارائه خواهم کرد مهمترین بنیان اقتصاد یک کشور نظام اقتصادی خواهد بود نظام اقتصادی در حقیقت اون چهارچوبی هست که اقتصاد یک جامعه در اون چهارچوب کار میکنه که حالا اینکه این نظام اقتصادی رو چه چیزی خواهد ساخت و از چه چیزهایی تشکیل خواهد شد در قسمتها و فصلهای بعدی باش آشنا میشیم اما این نظام اقتصادی بسیار تعیین کننده است در معیشت مردم در فرهنگ سازی در اون جامعه و همینطور در پیشرفت پیشرفت های اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت سطح زندگی و از این دست مباحث پس ببینید ما نظام های اقتصادیمون بنیان اقتصادمون رو تشکیل میده و اگر نظام اقتصادی یعنی همون چارچوبی که اقتصاد کشور داره در اون چارچوب کار میکنه رو بشناسیم میتونیم دلایل وضعیت معیشت مردم دلایل فرهنگ و پیشرفت هایی که اتفاق افتاده رو باش آشنا بشید خود نظام اقتصادی رو میشه به صورت مجموعه ای از عناصر منظم که دارای روابطن با یکدیگر به منظور رسیدن به هدف یکسان تعریف کرد این تعریف یک تعریف بسیار کلی هست اما همین تعریف کلی هم به ما موضوعات مهمی رو ارائه میده یک این که مجموعه ای از عناصر منظم باید باشه پس این واژه نظام از اینجا میاد ما یه سری عنصر داریم که به صورت نظاممند دارن کار میکنن منظمن با هم روابط دارن روی هم اثر میذارن این عنصرها و مجموعه شون در راستای رسیدن به یک هدف یکسان داره فعالیت میکنه عناصر این نظامی که معرفی کردیم میتونن غیر قابل تقسیم باشند یعنی خودشون از اجزایی تشکیل نشده باشند که این تعریف باعث میشه که این نظاممندی ما در سطح عناصر تموم شه و اینجا پایان نظاممندی باشه یعنی ما یک سری عنصر داریم که خودشون از اجزای کوچکتر تشکیل نشدن اما ما میتونیم این عناصر رو قابل تقسیم ببینیم که این تعریف تعریف بهتریه یعنی عنصرهایی که در نظام ما قرار دارن خودشون از زیر تشکیل شدن که با هم در ارتباط هستند و یک نظام داخلی دارند. در حالت دوم میگیم با زیر سیستم روبرو رو هستیم و خود نظاممون عناصرش زیر نظام داره یعنی هر کدوم از عنصرها خودش یک نظاممندی داره ارتباط بین عناصر عنصرها رو به هم وابسته میکنه یعنی فعالیت یکی روی دیگری اثر میذاره و باعث میشه که به هم وابسته بشن این روابط میتونه یک طرفه و دو طرفه باشه و پیچیدگی عناصر و روابطشون در حقیقت نشون دهنده پیچیدگی اون نظام ما هست هر چقدر که عناصر ما ارتباط بیشتری با همدیگه داشته باشن اون نظام نظام پیچیده‌تری خواهد بود چون به عنوان مثال وقتی که یک عنصر از شش عنصر دیگه تاثیر بگیره خیلی نظام پیچیده‌تر از زمانیه که یک عنصر فقط از یک عنصر دیگه بخواد تاثیر بگیره و باش ارتباط داشته باشه مفهوم نظم به معنای قرارگیری هر عنصر در جایگاه خودش پس تعریف کلی نظم این هست یعنی عنصر در جای خودش قرار داره و به صورت مرتب و منظم داره کارش رو انجام میده ما یک سری نظام هایی داریم که نظام های طبیعی هستند و در نقطه مقابل این نظام های طبیعی نظام های مصنوعی رو خواهیم داشت نظام های طبیعی هدفشون با هدف نظام مصنوعی متفاوته خب همونطور که میدونید نظام مصنوعی یعنی ساخته بشره یعنی بشر اون رو ایجاد کرده اما نظام های طبیعی نظام هایی که توسط طبیعت به وجود اومده هدف نظام های طبیعی بیشتر رسیدن به نظم طبیعی و تعادل طبیعیه که میتونه این هدف با نظم بشری در تضاد باشه مثلا پدیده های مثل سیل، زلزله و از این دست پدیده ها که پدیده های طبیعی هستند در راستای نظم طبیعی دارن فعالیت می و در نظام طبیعی که هدفش ایجاد تعادل در طبیعت هست دارن به طور درستی کارشون رو انجام میدن اما همین پدیده ها میتونن برای بشر بی‌نظمی محسوب بشن پس ببینید نظم بستگی به این داره که ما از دید چه کسی داریم به این مجموعه نگاه میکنیم ما اگر به عنوان بشر به مجموعه طبیعت نگاه کنیم سیل و زلزله رو بی نظمی میبینیم در حالی که نظام طبیعی از طریق این پدیده ها خودش رو داره به تعادل میرسونه و کاملا داره نظم طبیعی رو ایجاد میکنه پس باید تفاوت قائل بشیم بین نظام های طبیعی و نظام های مصنوعی که نظام ساخته شده توسط بشر هستند. یک نظام میتونه اهداف متعددی داشته باشه یعنی هدفی که اون عنصرها کنار هم جمع شدن و دارن منظم در ارتباط با هم دیگه کار میکنن میتونه فقط یک هدف نباشه میتونه چندین هدف باشه ولی باید بین این اهداف همسویی وجود داشته باشه یا لاعقل به عبارت بهتر ناهمسویی و تضادی وجود نداشته باشه اینجا یک شماتیکی از نظامهای آموزشی، سیاسی، حقوقی، اداری و اقتصادی رو براتون کشیدم که تمامی این نظام ها با هم ارتباط دارن اما به خاطر اینکه شکل شلوغ نشه من این ارتباطات رو رسم نکردم ببینید هر کدوم این نظام ها که کل جامعه داره توسط این به عنوان مثال پنج نظام مدیریت میشه و جلو میره هر کدوم این نظام ها دارای زیر نظام و زیر هایی هستن مثلا نظام آموزشی خودش چهار تا عنصر داره که با هم در ارتباط هستند و ارتباط ساده تری داره نسبت به زیر های نظام سیاسی که میبینید این ارتباط پیچیده تره هر چقدر این خطوط و ارتباطات بین عناصر بیشتر باشه پیچیدگی اون نظام بیشتر خواهد بود در اینجا ما برای یک جامعه پنج تا نظام مرسوم رو رسم کردیم ولی ارتباطات بین این نظام ها رو برای اینکه شکل شلوغ نشه نکشیدم میتونیم ما ارتباطات رو به این صورت ببینیم که نظام حقوقی روی نظام اقتصادی، اداری، سیاسی و آموزشی اثر میذاره و از طرفی نظام سیاسی هم روی نظام آموزشی، نظام حقوقی، نظام اقتصادی و نظام اداری تأثیر خواهد داشت. قاعدتا نظام اقتصادی هم روی نظام سیاسی و روی نظام اداری و حقوقی تأثیر خواهد داشت و یک تأثیر غیر مستقیم هم قاعدتا روی نظام آموزشی خواهد داشت. این ارتباطات ارتباطات پیچیده ای هستند و پیدا کردنشون مستلزم مطالعه جامعه است و این ارتباطات میتونن یک طرفه و دو طرفه باشند. بریم سراغ اون مطلبی که ابتدای جلسه گفتم خدمتون ما قرار با نظام اقتصادی آشنا بشیم خب ما ابتدا واژه و مفهوم نظام رو باش آشنا شدیم الان وقتشه که بپردازیم به تعریف اقتصاد برای اقتصاد تعاریف مختلفی رو ارائه میکنند که ما اینجا با سه تعریفش آشنا میشیم اولین تعریف میگه مجموع تدبیرها میان نیازهای نامحدود و لوازم محدود توی این تعریف فروزی که وجود داره اینه که انسان یک سری نیازهایی داره که کاملا نامحدودن و یک سری ابزاری داره برای ارزای نیازهاش که اینها کاملا محدودن پس این تضاد بین یک چیز نامحدود و یک ابزار محدود ما رو به این نکته میرسونه که باید تدبیری بیاندیشیم این مجموعه تدبیرها رو بهش میگن اقتصاد یا به عبارت دیگه به تخصیص بهینه منابع محدود برای نیازهای نامحدود میگن اقتصاد یعنی ما یه سری منابع محدود داریم که میخوایم اینها رو به صورت بهینه بین نیازهای نامحدود خودمون تخصیص بدیم یا تقسیم کنیم یا اختصاص بدیم این تعریف با اشکالاتی روبرو رو هست از جمله اینکه این فرضی که نیازها نامحدوده و لوازم محدوده میتونه زیر سوال بره بحث محدود بودن لوازم از نظر خیلی از اقتصاددانها مردوده و همینطور نامحدود بودن نیازها ما میتونیم بین نیاز واقعی و نیاز کاذب تفاوت و افتراق قائل بشیم که نیازهای واقعی میتونن محدود باشن اما نیازهای کاذب نامحدود خواهند بود بریم سراغ تعریف دوم که این تعریف از علم اقتصاد میگه تلاش برای به دست آوردن حد اکثر نتیجه با حداقل هزینه هست یعنی ما دنبال اینیم که توی این مسئله که روبرومون هست بهترین نتیجهمون رو به دست بیاریم با کمترین هزینه دو تا اصل داره این تعریفی که اصل عقلی یا رشنال پرینسیپله که بیان میکنه که انسانی که با مسئله اقتصادی رو به رو هست کاملا عقلایی رفتار میکنه یعنی هدف خودش رو میشناسه و بر اساس این هدف با توجه به ابزاری که داره بهترین مسیر رو انتخاب میکنه و ثانیا اینکه انسان انسان اقتصادیه هومو اکانامیکاس یا انسان اقتصادی به این مفهومه که انسان فقط مادیات خودش رو داره در نظر میگیره و در این دنیا به دنبال اینه که مطلوبیت و لذت خودش رو به حد اکثر برسونه و چون او غلایی رفتار میکنه این حد اکثر کردن نتیجه رو با حداقل هزینه میخواد انجام بده اگر ما مسئله ای که روبروی ما هست رو به این صورت در نظر بگیریم داریم از تعریف دوم اقتصاد میریم جلو بریم سراغ تعریف سوم که انسان رو منشأ و مرکز اقتصاد می‌بینه و میگه عمل اقتصادی با خواستن، ارزشیابی و انتخاب به وجود میاد. یعنی میگه در همه پدیده ها ما نمیتونیم یک انسان اقتصادی در نظر بگیریم که هدفش فقط مثلا ماکسیموم کردن میزان لذتش از مصرف کالاها هست در بحث مصرف یا در بحث تولید هدفش فقط ماکسیموم کردن سود هست نه میتونیم ما رفتار این انسان رو در مواجهه با پدیده های مختلف از طریق خواستن ارزشیابی و انتخاب بررسی کنیم در زمینه تحصیل در زمینه انتخاب همسر انتخاب شغل و اینها ما میتونیم رفتار انسان رو با عمل خواستن ارزشیابی و انتخاب مورد بررسی قرار بدیم پس در این تعریف اقتصاد میشه رفتار خاص انسان که با خواستن ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید توضیح و مصرف برای کسب بیشتری موفقیت فعالیت میکنه پس تعریف سوم اشکالات و ایرادات تعریف های قبلی رو کمتر داره و خلاصه میشه تو این که علم اقتصاد بررسی رفتار خاص انسانه با در نظر گرفتن خواستن ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید توزیع و مصرف به منظور کسب بیشترین میزان موفقیت حالا که با تعریف علم اقتصاد آشنا شدیم بریم سراغ چند تعریفی که برای نظام اقتصادی معرفی شده پس ما نظام رو اول با آشنا شدیم بعد با علم اقتصاد آشنا شدیم حالا میخوایم تعاریف نظام اقتصادی رو راجع بهش صحبت کنیم اولین تعریف میگه مجموعه مرتبط و منظم از عناصر که همون نظام بود جهت ارزشیابی و انتخاب در زمینه توزیع تولید و مصرف به منظور کسب بیشترین میزان موفقیت این کاملا منطبق بر تعریف آخری که از علم اقتصاد ارائه کردیم یعنی ترکیب تعریف نظام و تعریف اقتصاد از سومین تعریفش میشه اولین تعریف نظام اقتصادی که اینجا معرفی شده دومین تعریف میاد میگه که مجموعه هماهنگ از نهادهای حقوقی و اجتماعی جهت برقراری تعادل اقتصادی این تعریف توسط جوزف لاژوژی معرفی شده که این تعریف اگرچه مجموعه منظم رو ما توش نمیبینیم فقط میبینیم مجموعه هماهنگ جهت برقراری تعادل اما همین هماهنگی برای رسیدن به یه هدف که اسمش تعادل اقتصادی هست دقیقا تعبیر منظم بودنه پس این هم تعریفی از نظام اقتصادی خواهد بود بعد از اینکه با دو تا تعریف نظام اقتصادی آشنا شدیم بعد نیست که با تعریف رژیم اقتصادی آشنا بشیم رژیم اقتصادی مجموع قوانینیه که در یک نظام اقتصادی تعریف میشه که بیاد روابط افراد با اموال و افراد با افراد رو تعیین کنه این رژیم اقتصادی بسیار مهمه بچه ها. ببینید ما اگر رژیم اقتصادی رو بدونیم قوانینش به چه صورته میتونیم به نظام اقتصادی برسیم و بگیم این نظام اقتصادی مثلا سرمایه داریه یا این نظام سوسیالیستیه چجوری؟ ببینید ما توی جلسات آینده بیشتر با این مطالب آشنا خواهیم شد توی اسلایت های بعدی هم میبینیم اما مهمترین نکته که نظام های اقتصادی میخوان تعیین کنن و تعیین میکنن رژیم اقتصادی یا همون مجموع قوانینیه که روابط افراد رو با اموال و افراد رو با افراد تعیین میکنن توی نظام های اقتصادی سرمایه داری فرد اصالت داره نسبت به جامعه یعنی فرد اصیله فرد وجود حقیقی داره و برای جامعه ارزش حقیقی در نظر گرفته نمیشه و فرده که به جامعه ارجه این باعث میشه که مالکیت خصوصی پیش بیاد یعنی افراد مالک خصوصی ابزارهای تولید هستند و منافع این ابزارهای تولید هم به اونها میرسه و باعث شکلگیری نظام اقتصادی سرمایه داری میشه در نقطه مقابل در نظام سوسیالیستی اصل جامعه است یعنی جامعه است که وجود حقیقی داره و فردی که زوب و حل شده در این جامعه است و به تنهایی مفهومی نداره بدون جامعه و اونجا مالکیت جمعی ابزار تولید مطرح میشه و بر اساس اون قوانینی که در نظام سوسیالیستی وجود داره جامعه ارجه به نیازها و در واقع منافع افراد یعنی اگر تضادی به وجود بیاد بین منافع جمع و افراد اون نظام سوسیالیستی جمع و جامعه رو انتخاب میکنه پس ببینید رژیم اقتصادی تعیین کننده قوانینیه که افراد با اموال چه مناسباتی دارند و افراد با افراد چه مناسباتی دارند برای اینکه رابطه این نظام اقتصادی رو ببینین با مکاتب مختلف بعد نیست که بدونید هر مکتب یک جهانبینی خاص خودش رو داره یعنی نسبت به مسائل یک ایدئولوژی داره و اون ایدئولوژی شاکله و اون پایه اصلی اون مکتب رو تشکیل میده بر اساس برداشت هایی که از مبدع خلقت جهان هستی انسان و اجتماع و روابط داشتن هر مکتب جهانبینی خاص خودش رو ارائه میکنه و بر اساس این جهانبینی و برداشت ها و ارزش ها راه حلی برای مسئله ای که روبروش هست این مکتب ارائه میکنه خب نظام سرمایهداری یکی از نظام های اقتصادی مهمه که ما توی جلسات آینده بیشتر و بهتر راجع به صحبت خواهیم کرد که نقطه مقابل نظام سرمایه داری نظام سوسیالیستی خواهد شد این نظام سرمایه داری از مکتب اقتصادی فیزیوکراتیسم تشکیل شده و ایجاد شده که این فیزیوکراتیسم جهانبینی دایسمی ناتورالیسمی و لیبرالیسمی داره یعنی چی این مطالب و مفاهیم رو توی اسلایدها و جلسات آینده به صورت مفصل راجبش صحبت میکنیم ولی فیزیوکرات ها اعتقاد داشتند که طبیعت کار خودش رو به درستی انجام میده فلسفه دئیسم یا ناتورالیسم میگه که اگر ما رها کنیم این سیستم رو به حال خودش خودش به تعادل برمیگرده و بهترین رفتار رو از خودش نشون میده و نیازی به مداخله ما برای ایجاد تعادل در نظام های اقتصادی نیست و لیبرالیسم اقتصادی هم همین رو میگه میگه آزادی افراد و آزاد گذاشتن افراد باعث میشه که ما مثل نظام طبیعت که بهش هیچ کاری نداریم و خودش داره کارهاش رو انجام میده باعث میشه ما به تعادل خودکاری برسیم این میشه مکتب فیزیوکرات ها که یک جهانبینی داشتن با عناوین دئیسم ناتورالیسم و جهانبینی لیبرالیسم تشکیل دهنده تفکرات اصلی این مکتب در نظام اقتصادی سرمایه داریه. تو این نظام اقتصادی حد اکثر کردن سود شخصی از طریق آزادی فردی و رقابت تعمین میشه. اگر خاطرتون باشه در نظام سرمایه داری ما اصالت رو برای فرد در نظر گرفتیم. یعنی گفتیم که فرد وجود حقیقی دارد و جامعه وجود مجازی دارد به واسطه و مشتق شده از افراد یعنی اگر فرد وجود نداشته باشه جامعه وجود نداره پس اگر ما بخوایم بین فرد و جامعه در نظام سرمایه داری فرد یا بخشی رو انتخاب کنیم قطعا فرد رو انتخاب میکنیم تا جامعه پس یک بار دیگه توضیح میدم اگر ما در نظام اقتصادی سرمایه داری بخوایم بین فرد و جامعه یک کدوم رو انتخاب کنیم فرد رو انتخاب میکنیم و معتقد این نظام سرمایه داری که ما اگر افراد رو آزاد بذاریم و بینشون رقابت برقرار کنیم اینها از طریق حد اکثر کردن سود شخصی خودشون به جامعه هم کمک میکنند و منافع این افراد اگر تأمین بشود منافع جامعه هم تأمین خواهد شد این میشه نظام سرمایه داری به صورت خلاصه که البته جلسات آینده بسیار مفصلتر راجبه صحبت خواهیم کرد این نظام سرمایه داری تکیه داره بر همسویی منافع شخص و جامعه میگه اگر منافع شخص تأمین بشه منافع جامعه هم تأمین خواهد شد و ساز و کارش برای رسیدن به تعادل رو مکانیسم بازار آزاد معرفی میکنه از طریق عرضه و تقاضا بدون مداخله هیچ ارگانی پس مداخله دولت رو هم من میکنه و بازار رو بهترین مکانیسم توضیح درآمد میدونه همونطور که گفتم در نقطه مقابل نظام سوسیالیستی وجود داره که مکتب اقتصادی اینها نظریات مارکس که با عنوان مکتب اقتصادی مارکسیس مطرح میشه که تمام این مکتب اقتصادی مارکس راجبش صحبت خواهد شد نظریات مارکس مطرح خواهد شد اما در حال حاضر میخوایم توی این جلسه فقط یک خلاصه ای از نظام سوسیالیستی ارائه کنیم جهانبینی این نظام ماتریالیستی و اصالت جمع رو شامل میشه یعنی اعتقاد داره که جوهر و ذات هر چیزی ماده هست و ابزار تولید هستند که زیربنا هستند و روبنا هستن که باشه تغییرات مذهبی، تغییرات اجتماعی، تغییرات اقتصادی اینها همه از اون زیربنا یا ماده منشأش رو میگیره و به واسطه تغییرات ابزار تولیده که ما تغییرات در بحث اجتماعات و اقتصاد یک جامعه رو داریم اصالت جمع هم که نقطه مقابل نظام اقتصاد سرمایه داریه که مطرح میکنه بین جمع و فرد اونی که اصالت داره جامعه است یعنی وجود حقیقی رو به جامعه اختصاص میده و فرد موجودیت خودش رو با واسطه از جامعه میگیره یعنی به خاطر اینکه عضوی از جامعه هست ارزش پیدا میکنه نه به خاطر خودش در حالی که در نظام سرمایهداری کاملا برعکس بود همونطور که توضیح دادم ابزار تولید که مادی هستن زیربنا و نظام اقتصادی و تحولات جامعه روبناست که تابع پیشرفت این ابزار تولیده پس از دید نظام سوسیالیستی این ابزار تولید و پیشرفت های این ابزار تولیده که توضیح میده تحولات اجتماعی و اقتصادی رو تأمین منافع و مصالح جامعه رو روش متمرکز نظام سوسیالیستی و میگه فرد مهم نیست چون اصلا اصالت با جمعه پس من به دنبال اینم که منافع و مصالح جامعه رو تأمین کنم نه افراد رو برای این موضوع میاد مالکیت فردی و خصوصی رو نفی میکنه و تکیه میکنه بر مالکیت دولت وقتی که قرار بر اینه که اصالت جمع باشه و جامعه موضوع اصلی ما باشه پس ما مالکیت خصوصی و فردی نخواهیم داشت تمام ابزار تولید باید در اختیار کل جامعه باشه و به صورت اشتراکی باشه این مالکیت توسط کی انجام میشه دولت پس ببینید چقدر تفاوت هست بین نظام سرمایه داری و سوسیالیستی اونجا میگه مداخله دولت ممنوع تمرکز روی افراد و نفع شخصی اونها اینجا میگه مالکیت کل ابزار تولید باید, باید با دولت باشه و منافع و مساله جامعه مهمه نفر دولت میاد برنامه ریزی متمرکزی انجام میده برای جامعه پس دولت نماینده اون جامعه است که اصل و تمرکز اصلی این نظام سوسیالیستیه و دولت به عنوان نماینده این جامعه میاد یک برنامه ریزی متمرکز برای تولید انجام میده و یک سری اهداف تعیین میکنه که باید به این اهداف برسیم برای اینکه منافع و مصالح جامعه تامین بشه پس افراد در این نظام کاملا نادیده گرفته میشن آزادی های فردی طبیعتا به نفع جامعه سلب خواهد شد این دو نظام دو نظام کلی هست که در ادبیات نظام های اقتصادی راجع بهش صحبت میشه به علاوه اینکه ما یک نظام اقتصاد اسلام هم داریم که مکتبش اقتصاد اسلامیه جهانبینیش توحیدی یا مونوتئیستیه یعنی یک که به طور مفصل در جلسه آخر راجع به نظام اقتصاد اسلام صحبت میکنیم قبل از هر دوی نظام های داری و سوسیالیستی بوده و به واسطه میگم اندیشه های اسلام که قبلتر از این نظام ها به وجود اومده تشکیل شده و میاد توازنی بین منافع فرد و جامعه برقرار میکنه یعنی اینطور نیست که بگه فرد اصالت داره یا جامعه اصالت داره یک توازنی بین این دو در نظر میگیره آزادی های فردی رو میپذیره نظام اقتصاد اسلامی اما به صورت محدود یعنی اگر در نظام اقتصاد سرمایهداری آزادی های فردی کاملا نامحدود بود و در نظام سوسیالیستی آزادی فردی صفر بود این نظام اقتصاد اسلامی میاد پذیرش میکنه آزادی های فردی رو اما به صورت محدود چیزی فیما بین این دو نظام سرمایهداری و سوسیالیستی هست تعادل اقتصادی و تأمین اجتماعی رو میاد به دولت واگذاری میکنه پس ببینید دیگه بحث عدم مداخله دولت رو نخواهد داشت و هدفش اینه که یک توازنی بین اصالت فرد و جمع برقرار کنه و تامین اجتماعی رو هم روش تمرکز زیادی داره که توی فصل مربوطه به طور مفصل راجع صحبت میکنیم توی اسلاید آخر این جلسه بعد از اینکه نظام اقتصادی رو تعریف کردیم و با سه نظام معروف اقتصادی آشنا شدیم و کلیاتش رو راجبش صحبت کردیم روش های بررسی نظام های اقتصادی رو میخوایم راجبش صحبت کنیم روش اول بررسی تاریخیه این نظام ها هر کدوم در دوره ای ایجاد شدن و برخیشون تا الان فروپاشی شده و از بین رفته ما باید بیایم تو بحث بررسی تاریخی دلایل ایجاد این نظام ها رو اول بررسی کنیم که چه شرایط تاریخی در جوامع وجود داشته که این نظام ها ایجاد شدن و این نظام ها در طول دوره‌ای که بودند چه نتایجی رو داشتن و به چه علت رو به افول گذاشتن و منحل شدن پس این میشه بخش اول بررسی تاریخی بخش دوم بررسی تحلیلیه که ما میایم نظریات اقتصادی این نظام ها رو بررسی میکنیم از دیدگاه سازواری و انسجام یعنی این نظریات چقدر منطبق بر منطق هستند و چقدر نظریات یک نظام با نظریات دیگر همون نظام هماهنگی دارن و علاوه بر اینها تو بحث تحلیلی میان ببینیم این نظام اهدافش چی بوده و حالا تو اون دوره ای که برقرار بوده چقدر تونسته این اهداف رو محقق کنه پس ما در روش تحلیلیمون علاوه بر این که نظریات رو از ابتدا شروع میکنیم و میبینیم که منطقشون چی بوده و به چه صورت مطرح شده میایم میپردازیم به این نکته که آیا این نظریات سازواری و هماهنگی با هم و با منطق دارن و اگر سازواری و هماهنگی دارن چقدر این نظام ها تونستن اهدافشون رو بر اساس این نظریات در دوره‌ای که برقرار بودن محقق کنن و در انتها هم بررسی عمل کردی خواهیم داشت که بررسی میکنیم نظام های اقتصادی رو با یکدیگر شرایطی که وجود داشته اتفاقهایی که افتاده و نتایجی که این نظام ها داشتن و مقایسه این نتایج با هم دیگه پس ما در بحث بررسی نظام ها با سه روش میتونیم نظام اقتصادی رو بررسی کنیم که در جلسات بعدی ما به ترتیب شروع میکنیم از مکاتب اقتصادی که توی نظام اقتصادی سرمایهداری داری گذار بودن بعد از اون میایم تاریخچه از نظام های اقتصادی قبل سرمایهداری رو میگیم میریم سراغ این موضوع که نظام سرمایهداری به چه علت و دلایل تاریخی ایجاد شد بعد از بررسی دلایل تاریخیش میریم سراغ تحلیل نظریاتش و بررسی عمل کردیش و همین کار رو برای نظام سوسیالیستی و نظام اقتصاد اسلامی هم بررسی خواهیم کرد به نام خدا سلام مجدد ارز میکنم خدمت شما دوستان عزیز آموزش نظام های اقتصادی به فصل دوم خودش رسید که عنوان فصل هست نظریات موثر در شکل گیری نظام اقتصادی همونطور که از اسم این فصل پیداست قرار در این فصل با نظریاتی که پای گذار نظام های اقتصادی مختلف هستن آشنا بشیم این فصل رو به سه بخش اصلی تقسیم کردیم که در بخش اول نظریات قبل از مکتب کلاسیک مطرح میشه در بخش دوم نظریات مکتب کلاسیک و در بخش سوم نظریات بعد از مکتب کلاسیک که با عنوان معارض یا مخالف هم شناخته میشه مطرح خواهد شد در اون بخش آخر به واسطه اهمیت ویژه نظریات مارکس یه زیربخش خواهیم داشت که در اون زیربخش در انتهای فصل با نظریات و مبانی فکری مکتب مارکسیسم آشنا خواهیم شد بریم سراغ قسمت اول یعنی نظریات قبل از مکتب کلاسیک این قسمت رو با قدیمی ترین نظریات که مربوط به حکیمان یونان باستان هست شروع می کنیم و قدیمی ترین نظریه مربوط به هراکلیت یا هراکلیتوسه که در سالهای 535 تا 475 قبل از میلاد زیست می کرده و معتقد بوده که عالم رودی روانه و هر لحظه با لحظه دیگر فرق داره یک دم مانند دم دیگر نیست و در هر لحظه ما با تغییراتی روبرو رو هستیم که بهش میگه همه چیز در حال شدن و تغییره این تغییر نتیجه جدال متضادها یا ازداد هست و این جدال و وجود این تضادها لازمه سازش یا ایجاد تعادله اگر بخوایم با یک جمله خلاصه کنیم نظریه هراکلیت رو میگه که هرگز شما در یک رودخانه نمیتونید دو بار شنا کنید چرا چون دیگه اگر امروز در رودخانه شنا کردید و بخواید فردا بهش مراجعه کنید برای شنا کردن نه دیگه شما اون شما دیروز هستید نه رودخانه رودخانه دیروزه همه چیز در حال تغییر و شدنه این نظریه تشابه داره با تضاد دیالکتیکی که توی مکتب مارکسیست مطرح میشه و میگه هر چیزی متضاد خودش رو در درون خودش داره و به واسطه این نظریه و تضاد دیالکتیک ما میرسیم به یک نظریه مهم در مکتب مارکسیست که در انتهای فصل راجع به صحبت میکنیم و اون هم فلسفه مادی تاریخ که جلوتر بهش خواهیم پرداخت. نظریه بعدی نظریات سقرات هست سغرات معتقد بوده که هدف از زندگی رفاه و سعادته و این رفاه و سعادت از تمرکز ثروت به دست نمیاد پس تمرکز ثروت رو وسیله رسیدن به هدف نمیدونه و مفید بودن شرط وجود ماله یعنی از نظر سغرات اگر مال مفید باشه وجودش اثبات میشه در غیر این صورت این مال به درد نمیخوره اگر مفید نباشه مفید بودن هم در راستای رسیدن به هدف یعنی رفاه و سعادت در زندگی انسان پس به طور زمینی عدم تمرکز ثروت و مطلوبیت رو تایید کرده یعنی معتقد در جامعه ثروت و رفاه و مطلوبیت نباید در انحصار عده قلیل باشه و هدف اصلی زندگی انسان رو رفاه و سعادت میدونسته نظریات بعدی مربوط به افلاطونه افلاتون در کتابی با عنوان جمهوریت مدینه فاضله خودش رو جامعه اشتراکی معرفی میکنه پس یعنی براش مجموع انسان ها مهمن بحث مهمی که جلوتر بیشتر راجع صحبت میکنیم که آیا فرد مهمه یا جمع اصالت با فرد است یا اصالت با جمع که این نقطه برای جدا شدن دو تا نظام اقتصادی مهم که جلوتر راجع صحبت خواهیم کرد تمرکز زندگی اجتماعی رو عدالت اجتماعی میدونه و همونطور که گفتم اصالت جمعی که مورد قبول و از اصول نظام سوسیالیستی هست مورد قبول افلاتون بوده پس افلاتون از قدیمی ترین نظریاتی رو ارائه کرده که در اون اصالت جمع رو مطرح کرده یعنی تمرکزش رو گذاشته روی زندگی اجتماعی پس تصویر یک نظام اشتراکی رو برای اولین بار ارائه کرده و همچنین برای اینکه بدونید در سالهای 427 تا 347 قبل از میلاد هم زیست میکرده اما یک تفاوتی وجود داره بین اصالت جمعی که افلاتون معرفی میکنه با اصالت جمعی که مد نظر نظام سوسیالیستیه که جلوتر باش آشنا میشیم اول از همه افلاتون معتقد به اصالت ایده بوده مکتب ایدئالیست یعنی معتقد بوده جوهر عقل و درک ماه نه حواس در حالی که نظام سوسیالیستی معتقد به اصالت ماده یا ماتریالیسمه پس تفاوت اصلی و اول بین اصالت جمعی که افلاتون مطرح میکنه با نظام سوسیالیستی اینه که افلاتون معتقد به اصالت ایده است و نظام سوسیالیستی معتقد به اصالت ماده دوم این تفاوت بحث اینه که نظام سوسیالیستی معتقد به جامعه بدون طبقه است یعنی معتقد حالا جلوتر هم راجع بهش صحبت میکنیم اما بعد از اینکه قشر کارگر حاکم میشن بر جامعه و از مالکیت اشتراکی استفاده میکنن و رشد اقتصادی به حد قابل قبولی میرسه این دیکتاتوری قشر کارگر از بین میره و جامعه بدون طبقه یا کمونیسم به وجود میاد اما افلاتون معتقد به اریستوکراسیه یعنی چی یعنی جامعه که سه تا طبقه داشته از نظر افلاتون جامعه بدون طبقه نیست سه طبقه داره طبقه اول حکیمان و فیلسوفان هستند که طبقه معتبری هست معتبرترین طبقه است بعد از اون طبقه سپاهیان هست و در طبقه آخر که از نظر افلاتون اینها فرودست بودند مولدان صنعتگران بازرگانان و صاحبان کارهای یدی حضور دارند پس تفاوت دوم هم در این نکته است که نظام سوسیالیستی جامعه رو بدون طبقه میبینه اما افلاتون اینگونه نیست بعد از نظریات افلاتون بریم سراغ نظریات ارسطو که کاملا مخالف نظریات افلاتونه چون معتقده که بدون سعادت افراد سعادت جامعه اصلا ممکن نیست پس ببینید نقطه مقابل اصالت جمع اینجا اصالت فرد داره مطرح میشه اصالت فرد یعنی اولویت بین فرد و جامعه با فرده و این رو تو با این جمله مطرح کرده که بدون سعادت افراد سعادت جامعه امکان پذیر نیست این اصالت فرد و مالکیت شخصی چیزی شبیه به نظام سرمایهداری که نقطه مقابل نظام سوسیالیستی هست رو ارائه میکنه پس ارستو به واسطه اصالت فرد و مالکیت شخصی که بهش معتقده تصویری از یک لیبرالیسم اقتصادی ارائه میکنه که لیبرالیسم اقتصادی به مفهوم آزادی های فردی و اصالت فرده و در سالهای 384 تا 322 قبل از میلاد هم زیست میکرد خب بریم سراغ نظریه بعدی قبل از اینکه نظریه بعدی رو مطرح کنم یک نظریه دیگه ای از ارسطو مطرحه که نظریه بسیار مهمی هست و اسمش هست نظریه ارزش ارسطو میاد تفکیک میکنه ارزش مصرفی رو از ارزش مبادله ای. ببینید هر کالا یا خدمتی که ما ازش استفاده میکنیم یک ارزش مصرفی داره که فرد به فرد متفاوته بر اساس نوع سلیقه و مطلوبیتی که افراد دارن یک ارزش مبادله ای که ارزش مبادله ای در بازار و قیمت اون کالا نهفته است این تفکیک نخستین بار توسط ارسطو انجام شده که گفته دلیلی نداره که ارزش مصرفی با ارزش مبادله ای یکسان در نظر گرفته بشه از این تفکیک و این ایده ای که ارسطو مطرح کرده هم اقتصاددانان کلاسیک استفاده کردند که مکتب کلاسیک رو قرار تو بخش دوم باش نشیم هم اقتصاددانان سوسیالیست که معارض و مخالف مکتب کلاسیک هستند کار دیگه که ارسطو کرده اینه که بین اقتصاد طبیعی و اقتصاد پولی هم تفکیک و تمایز قائل شده اقتصاد طبیعی به اون بخش از اقتصاد گفته میشه که هدفش تأمین نیازهای افراده و اقتصاد پولی هدفش کسب پوله که این تفکیک هم توسط مارکس استفاده شده و نشون داده شده توسط مارکس که در نظام های قبل از سرمایه جریان کالا و پول متفاوت بوده با نظام سرمایه داری که جلوتر هم راجع به این صحبت میکنیم اینجا مهمه که اقتصاد طبیعی و اقتصاد پولی رو تفاوتش رو بدونیم که گفتم خدمتتون تصویر دو نظام اقتصادی کاملا متفاوت اقتصاد طبیعی و اقتصاد پولی که اینها توسط عرستو مطرح شده بریم سراغ ادامه ماجرا. از این مرحله یعنی بعد از نظریه ارسطو تا قرن نهم بعد از میلاد نظریات مهمی که در تعیین نظام اقتصادی موثر باشن مطرح نشده هرچند که در قرن هفتم میلادی نظریات اسلام در خصوص اقتصاد ظهور کرده اما چون ما در فصل آخر همین دوره راجب نظریات و نظام اقتصاد اسلامی صحبت خواهیم کرد دیگه اینجا اون نظریات اقتصاد اسلامی رو نمیارم چون قراره که در قسمت های بعدی مفصل راجبش صحبت کنم پس توضیح دادیم که چرا یهو از عرستو میریم سراغ نظریاتی که قرن نهم بعد از میلاد داره مطرح میشه چون به غیر از نظریات اقتصاد اسلامی چیزی مطرح نشده در این دوره